Holی buenas muy bienvenidos a otra lección و hoy آر سلام به همگی به بخش آموزش زبان اسپانیایی بامبولانگوجز خوش اومدین من ظرهاحمتی برژنی هستم و در این ویدیو قرار با همدیگه گروه فعلی آر، فعل یامار و سر رو یاد بگیریم. لطفاً با سابسکرایب کردن و لایک و کامنت به ما انرژی مضاعف بدین تا آخر این ویدیو همراه من باشید. اکومنسار! خب بخش اول درس ما امروز ترمیناسیون آر هست. ما امروز قرار راجع به فعل هایی صحبت بکنیم که انتهاشون آر دارن. انتهاشون منظور ما این فعل صرف نشده هست یا به اصطلاح اینفینیتیو زمانی که فعل شما ترمیناسیون آره داشته باشه یا تهش به آره ختم شده باشه در حالت اینفینیتیو تاکید میکنم یک سری شناسه خاصی فعل شما میگیره تو پرانتز باید خدمت شما عرض کنم که ما به صورت کلی سه تا ترمیناسیون بیشتر نداریم خنرالمنت ابلاندو سه تا گروه داریم گروه اول آر یعنی افعالی که اینفینیتیوشون به آر ختم میشه گروه دوم ار اره و گروه آخر هم ای اره. ما امروز فقط منحصرا روی آر ها قرار متمرکز بشیم و این ترمیناسیونی که میگیم مربوط به زمان حال ساده هست کاری که شما برای صرف افعال در ترمیناسیون آر انجام میدین به صورت کلی یک سری قواعد مشترک داریم ولی حالا راجب به آر داریم صحبت میکنیم شما فعل شما به صورت کلی و در همه حالت ها دو تا پارت داره پارت اول اصطلاحا بهش میگیم لپارت رادیکال قسمت اصلی فعل شما یا ریشه فعل شما قسمت دوم شما میشه ترمیناسیون شما که حالا یا آره هست یا اون دوتا گروهی که گفتیم. برای تشخیص ریشه فعل شما باید اینفینیتیوی فعلتون رو در نظر بگیرید و گروه فعلی رو حذف کنید ازش. فعلی که ما اینجا داریم آبلار هست به معنای صحبت کردن. چه ترمیناسیونی داره؟ آره. من اینفینیتیوش رو نگاه میکنم میبینم پس فعل من به آر ختم شده چجوری ریشه فعلم رو تشخیص بدم؟ آر که حذف بشه هر چیزی که از فعل شما باقی میمونه میشه ریشه فعل شما آر که حذف بشه آبل برای من باقی میمونه پس آبل رادیکال هست و قراره که بقیه ترمیناسیون ها به این اضافه بشن کار اول رو انجام دادیم. رادیکال فعلمون رو تشخیص دادیم. کار دوم اینه که ببینیم بر حسب زمانی که میخوایم استفاده بکنیم ترمیناسیون های مناسب خودش رو به فعلمون اضافه بکنیم. این زمانی که ما امروز میخوایم یاد بگیریم زمان حال ساده یا پرسنت ده هست. تو این زمان ترمیناسیون آره برای شخص های ما شکسته میشه و تبدیل میشه به او آس آ Amos, آیس آن O, As, A, Amos, Ais, آن حالا اینا چجوری سر هم قرار بگیرن؟ شما ریشه فعلتون رو در میارید و بعد بر حسب ای که دارین این ترمیناسیون ها رو بهش اضافه میکنید. در نهایت اگر که من بخوام بگم من صحبت میکنم میشه یو آبلو یو ابلو اسپانیول من اسپانیایی صحبت میکنم تو ابلس انگلیس تو انگلیسی صحبت میکنی دارم چی کار میکنم؟ رادیکال رو درآوردم شناسه او آس آ بر حسب سیغه داره به فعل اضافه میشه آس برای تو هست آموس برای نوسوتروس نوسوتراس هست صرف فعل آبلار رو یه بار کامل با هم تکرار میکنیم Yo hablo, tú hablas, él ella usted habla, nosotros nosotras hablamos, vosotros habláis, vosotras habláis, ellos ellas ustedes hablan. جمله اینجا براتون نوشتم که ببینین قشنگ. Vosotros habláis español. شما اسپانیایی صحبت می‌کنین. نکته که تو پرانتز میخوام تو این قسمت بهتون بگم در زبان اسپانیایی این یک قاعده کلیه و شما این رو از الان باید بدونید. اصلا مهم نیست که تو چه زمانی فعلتون رو دارین صرف میکنین و چه ترمیناسیونی داره چه گروهی هست. تو زبان اسپانیایی به خاطر اینکه ما هر فعلمون یک جور صرف میشه برای هر شخصی و مشابهتی وجود نداره آوردن زمایر فاعلی برای شما اجبار نیست یعنی تو این جمله که من برای شما نوشتم شما خیلی راحت میتونید وسوتروس رو فاکتور بگیرید و بگین ابلایس اسپانیول ابلو اسپانیول تو ابلاس انگلس یا ابلاس انگلس بیارید مشکلی نداره نیارید هم مشکلی نداره به خاطر اینکه همینجوری که, همین جوری که میبینین مثلا وقتی شما ترمیناسیون آیس میدین هیچ ترمیناسیون دیگه هیچ صرف فعل مشابه دیگه با آیس ندارین که بخواد باعث کنفوسیون و حالا ابهام و شک و تردید بشه برای مخاطب که چه شخصی فعل به چه شخصی برمیگرده بنابراین خیلی راحت پرونومرس پرسونالس رو میتونید از تو جملاتتون فاکتور بگیرید این بود ترمیناسیون آر ای لا کنخوگاسیون دلوس وربوس آر شما با این بخش میتونید از الان به بعد هر فعلی رو که رگولار باشه با قاعده باشه و به آر ختم شده باشه در زمان پرسنت ده صرف بکنید به بخش دوم ویدئوی ما خوش اومدید شما تو جلسات قبلی یاد گرفتین که با فعل سر خودتون رو معرفی کنید. امروز یه فعل دیگه ای داریم که به معنای نامیده شدن هست و اون هم فعل یامار سه هست. یعنی چی؟ یعنی زمانی که بخواید خودتون رو معرفی بکنید میتونید از این فعل استفاده بکنید. این فعل جز گروه آره هست. ولی همونطوری که میبینید تو اینفینیتیوای این فعل یعنی در حالت صرف نشدهش یک زمیر سه هم داره فقط این فعل نیست یه گروه فعلی داریم که تو حالت اینفینیتیو و زمیر میگیرن که تو جلسات آینده راجبشون مفصل صحبت میکنیم. برای صرف این افعال و الان به صورت دقیق تر فعل یامارسه ما خود یامار رو در نظر میگیریم مثل کاری که با آبلار کردیم. ترمیناسیون آره را آرهی را آر که داره حذف میشه از توش و بعد به او آس آ آموس آیس آن تبدیل میشه تا اینجای کار مثل دقیقا کاریه که ما با فعل آبلار کردیم ولی این فعل چون اون زمیر سه رو داره این زمیر سه به هیچ عنوان قابل حذف شدن نیست و حتما باید در کنار فعل شما صرف بشه صرف این زمیر تو همه گروه ها یکسانه و تبدیل میشه به م T, C, nos, دوباره اینجا هم باید یادمون باشه که ما بحث تطابق ها اینجا هم حاکمه. یعنی شما وقتی زمیر م رو صرف میکنین و دارید برای شخص یو صحبت میکنین نمیتونین بیاین ترمیناسیون مثلا آس رو به فعلتون بچسبونین. اینا باید با هم تطابق داشته باشن. در نهایت ترکیبی که شما دارین یو میامو تو تیاماس ال ایا استد سیاما نوسوتروس نوسوتراس نوس یاماموس وسوتروس وسوتراس اوس یامایس و در نهایت ایوس ایاس استدس سیامان دوباره تکرار میکنم به هیچ عنوان زمیرتون رو نمیتونین فاکتور بگیرین و حذفش بکنین تو افعالی که خودشون زمیر سه رو داشته باشن ای که میخوایم امروز یاد بگیریم اینه که بتونیم با این فعل خودمون رو معرفی بکنیم یا میام و سارا ای تو یا میام و سارا حالت دیگهش یا سوی سارا این چیزی بود که شما جلسات قبلی یاد گرفته بودین ولی فعل یامارسه هم برای معرفی کردن بسیار فعل پرکاربردی هست یک فعل دیگه ای اینجا برای شما نوشتم فعل اپیدر س. سه به معنای نام خانوادگی خودتون رو گفتن هست شما با یامارسه هم میتونین اسمتون رو به تنهایی بگین هم میتونین اسم و فامیلیتون رو بگین به عنوان مثال سارا. یا میامو و سرا یا یا میام و سرا امتی فرقی نمیکنه. ولی با فعل آپیدار سه شما نام خانوادگیتون رو میگین من فعل آپیدار سر رو برای شما الان به صورت شفاهی صرف میکنم ولی از شما میخوام که بعدا تو کامنت ها شما برای من آپیدار سر رو بنویسیم و فامیلیتون رو برای ما به زبان اسپانیایی بگیم صرف این فعل در نهایت میشه یو مآپیدو، تو ت آپیداس ال ایا اوستت

Bueno amigos, eso fue la lección de hoy y دوستان عزیز درس امروز ما به پایان رسید امروز شما گروه فعلی آئره رو یاد گرفتیم به همراه دو فعل یامارسه و آپیدار درسه امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشیم و براتون مفید بوده باشه اگر از این ویدیو خوشتون اومد لطفا با لایک و کامنتتون من رو حمایت بکنید و به دوستانتون معرفی بکنید تا جلسه دیگه و درس دیگه ادیاس نوس به ماست